درود بر شما، امید هستم. اینجام رو دست شما، هم شاهد رو دست دیگری هستید. اکشن. پیروزی بزرگ ایرانیان پس از 37 سال در ورزشگاه‌ها در بازی ایران و سوئد در شهر استکهلم رقم خورد. حماسه پرچم شیر و خورشید در بازی ایران و سوئد تو دهنی بزرگی به جمهوری اسلامی و مخالفین پرچم ملی ایران بودش. در این برنامه به جفت‌سازی‌های پیش از بازی و پس از بازی که دشمنان ایران تمام تلاش خودشونو کردن تا به هر نحوی که شده جلوی پرچم ملی ایران را در داخل ورزشگاه بگیرن و خواهیم پرداخت. حالا با هم بریم داشته باشیم، ببینیم چگونه حماسه پرچم ملی ایران شیر و خورشید در ورزشگاه فرنز آرنا رقم خورد. در روزهای نخست آذر 1393 فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی خبر بازی با تیم ملی سوئد را در تاریخ 31 مارس برابر با 11 فروردین 1394 اعلام نمود. از همان اوایل پخش خبر بازی ایران و سوئد تکاپو ما بین فعالین سیاسی سوئد و کشورهای اطراف آغاز می‌شود. از همان ابتدا پخش خبر بازی ایران و سوئد بحث حضور پرچم شیر و خورشید ما بین تماشاگران مطرح کردیم و جمهوری اسلامی و جریانات ضد ایرانی و دلالان حقوق بشر برای جلوگیری از پرچم ملی ایران دست به کار شدند. سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم طبیعتاً در آغاز پخش خبر بازی ایران و سوئد فشار خودش را به فدراسیون فوتبال سوئد آغاز می‌کند و نقشه پخش چندین هزار پرچم جمهوری اسلامی را در داخل ورزشگاه در بین تماشاگران و در سر خود می‌پروراند. بازی‌های جام ملت آسیا در استرالیا و جلوگیری فدراسیون استرالیا از حضور پرچم شیر و خورشید، سفارت جمهوری اسلامی، جریانات چپ و دلالان حقوق بشر را به جلوگیری از کاربرد پرچم شیر و خورشید در استادیوم فرنز آرنا استکهلم امیدوار کرد. البته جمهوری اسلامی به همین اقدامات اکتفا نکرد و به رادیویی که در داخل استکهلم به ظاهر مخالفش هستند ندا داد تا تو دل مردم خالی کنند و مردم از آوردن پرچم ملی ایران یعنی شیر و خورشید باز دارند. یکی از این رادیوها که مأموریت یافت جلوی پرچم شیر و خورشید رو به هر نحوی در داخل ورزشگاه بگیرد، رادیو تک نفره همسفر به مجریگری شخص لومپنی به نام نوید آزادی بود. ایشان با دروغ سریا و جفت‌سازی‌های گسترده این گونه نمایان میکرد که قرار است جلوی پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه فرنز آرنا گرفته شود. بنابراین مردم رو تشویق میکرد تا به سوی ماموران جمهوری اسلامی برون، پرچم جمهوری اسلامی رو بگیرن و وسطش رو سوراخ کنن و با این ترفند در تلاش بودن تا حضور پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه کمرنگ کنن. به صحبت‌های ایشان گوش کنید. خیلی راحت میتونه برگرده بگه پرچم ایران وسط جو لا اله الا الله است، همون یارو اون شکلیه و هر کسی بخواد بغیر از این پرچمو بیاره به عنوان اپوزیسیون شناخته میشه و مثلا میخواد دعوا را بندازه، مثلا امنیتی و ما به خاطر امنیت تیم ملیمون نمیذاریم دعوا را بیفته. اینقدر راحت میتونن این کارو بکنن. اما من نوید اگه بخوام مبارزه بکنم و همین کاری که اینا دارن میگن، فرض میکنیم آقا روز سه شنبه دیگه اومدن گفتن آقا ما پرچم با شیر و خورشیدو نمیتونیم ببریم، من صاف میرم پرچم سفارت جمهوری اسلامی اونجا قرار پرچم بذاره، من اولین نفرم که میرم یه پرچم ازش میگیرم، چی برمیدارم؟ اون لا اله الا وسطش در میارم میندازم دور و یه پرچم وسط سوراخ پا میشم میرم اون تو. متوجه این چی میگم؟ سه شنبه دیگه فوتبال ایران با سوئد بازی فرندلی و دوستانه باید آرام برگزار بشه و یک سری آدمهای شاد بزنه به کوب باحال ایرانی و سوئدی برن اونجا و بازی تماشا کنن. مخالفت کردم به درک بکنن. پرچم شیر خوشی نمیتونیم ببریم، نمیبریم. جمهوری اسلامی که میتونیم ببریم که وسطش سوراخ. جریانات دیگر هم که عموماً در سال 57 پشت خمینی ایستاده بودن و به هویت ملی هم اعتقاد نداشتن دست به کار شدن. مجاهدین خلق و لایه‌های مختلف تجزیه طلبان پشت عناوین حقوق بشری پنهان شدند و هر کدام برای خودشان پیشنهادات و پوسترهای گوناگونی را به چاپ رساندند. در این میان اعلام حضور بانو دریا صفایی و همسر نازنینشان لایه‌های مختلف چپ مغزها را به دردسر انداخت. بانو دریا صفایی که پیشتر با برافراشتن پرچم ملی ایران مخاطبانی به دست آورده بود، به یک باره به عنوان فعال حقوق زنان مصاحبه‌های گوناگونی را با رسانه‌های دولتی انجام می‌دهد و حضور خودش را در پوشش فعال زنان در ورزشگاه فرنز آرنا اعلام می‌کند. بانو دریا صفایی برای حضور موثرش 2000 کاور سفید رنگ را سفارش می‌دهد و تلاش می‌کند که این 2000 کاور مابین تماشاگران پخش شود. از آنجایی که جریانات چپ خود را متولی مبارزات مدنی می‌دانند، خانم دریا صفایی را رقیب خودشان می‌پندارند و اونها نیز دست به کار می‌شوند.
لایه‌های مختلف مارکسیستی نیز اقدام به حمایت از ورود زنان به استادیوم می‌کنند و بنری نارنجی رنگ را با کاغذهای آ4 تدارک می‌بینند و در سطح گسترده رسانه‌ای از مردم می‌خواهند در دقایق 20، 40، 60، 80 و 90 برگه‌های یاد شده را بلند نمایند. که البته جو استادیوم به گونه‌ای بود که هیچ کدوم از دقایق چنین امری اتفاق نیفتاد. همه این اتفاقات در حالی بود که جریانات ملی‌گرا سکوت اختیار کرده بودند. زیرا دلالان حقوق بشر و تجزیه طلبان برای رسانه‌های دولتی جذاب‌تر بودند و اگر جریانات ملی اقدامات خودشون رو می‌خواستن پیش از بازی بیان بکنن، احتمال توطئه از سوی جمهوری اسلامی و جریانات ناملی بر علیه ملی‌گرایان و جلوگیری از پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه فرنس آرنا بالا می‌رفت. با توجه به تبلیغات گسترده گروه‌های ناملی در پوشش حقوق زنان توسط رسانه‌های دولتی، روز موعود فرا می‌رسد و از چند ساعت قبل از بازی دلالان حقوق بشری با استفاده از عده‌ای ناآگاه و پناهجو برای کمرنگ کردن حضور پرچم شیر و خورشید، مسئله حضور زنان در استادیوم را علم می‌کنند. همچنین تجزیه طلبان تروریست وابسته به استعمار جهانی با آوردن پرچم جعلی کشوری که موجود نمی‌باشد به همراه مجاهدین خلق و لایه‌های مختلف مارکسیستا در تلاش می‌باشند تا از جمعیت زیادی که برای بازی آمدند سوء استفاده نمایند. در این آشفته بازار بود که به اکبار خروش میهن پرستان کاراکاسبی دلالان حقوق بشر و جمهوری اسلامی و تجزیه طلبان را کساد می‌کنند. در نخستین اقدام تیشرت‌ها و پرچم‌های شیر و خورشید و ملی‌گرایان مابین جمعیت می‌آورند و برعکس گروه‌های حقوق بشری هیچ کدام به صورت رایگان تقسیم نمی‌شوند و تمامی تیشرت‌ها و پرچم‌های شیر و خورشید فروخته می‌شوند. همچنین با مهر شیر و خورشید به صورت رایگان صورت مردم تزیین می‌شود. مهر و علاقه و هجوم مردم به سوی میهن پرستان برای خرید تیشرت و پرچم شیر و خورشید باعث می شود تا ملی گرایان یکی از پرچم‌های بسیار بزرگ شیر و خورشید را برافراشته کنند و سرود ای ایران را بخوانند که همین امر باعث دلسردی و ناامیدی جمهوری اسلامی و جریانات ناملی می گردد. پرچم‌های ملی ایران چنان جو قالب را از آن خود کرده بود که بارها رسانه‌های سوئد به آن اشاره می‌کنند. Flaggan prydd med lejonet är en variant av Irans gamla och kan ses som ett uppsträckt långfinger mot styret. Det har också varit mycket protester, många här har med sig den iranska flaggan med lejonet och solen som är någon slags protest här mot Iran. Val att inte gå in och ta bort den gamla flaggan eller gå in och stoppa, för egentligen får man inte göra så. Det här är ett FIFA-arrangemang. Förbundet kan mycket väl få böter från FIFA, men man lät det vara, och det på något sätt tycker jag var lite vackert och smart av förbundet att. در نهایت میهن پرستان تیر خلاص را به جمهوری اسلامی و گروه‌های ناملی که تمام تلاش خودشون را برای کمرنگ کردن پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه فرنس آرنا کرده بودند در هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی میزنند. در هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، پرچم دوم بزرگ شیر و خورشید که وارد استادیوم می‌شود، تلویزیون کانال 4 سوئد که به صورت مستقیم بازی ایران را پخش می‌کرد، مجبور می‌کند تا برای 7 ثانیه روی پرچم غول‌پیکر ملی ایران زوم کند. آری، پرچم شیر و خورشید به مانند آب زلالی بود که در جویی که جمهوری اسلامی و گروه‌های مختلف مارکسیستی و گروه‌های حقوق بشری و تجزیه طلبان پر از کثافت نموده بودن حرکت کرد و این جوی پر از لجن و شستشو داد و پاک نمود. در هنگام و پس از این بازی رسانه‌های سوئد بارها تصاویر پرچم شیر و خورشید رو که در دست مردم هست و به تصویر می‌کشند. یا ده های وای انورمت استود و یا من ویکن پبلیکفست اوت اوس آلا و نه ده یا هوپاس ات ده سنارت نیر مه ترورژیمن ای ایران سکندره. Flaggan prydd med lejonet är en variant av Irans gamla och kan ses som ett uppsträckt långfinger mot styret i fotboll. Hur känns det att se landslaget? اما رسانه‌های به مانند بی بی سی فارسی و رادیو زمانه و رادیو فردا لالمونی می‌گیرن و در خبرهای خودشون عکسایی را انتخاب می‌کنن که پرچم جمهوری اسلامی در آن بوده باشد. این در حالی است که آقای آرش سیگارچی و کامبیز حسینی که بارها پرچم شیر و خورشید را نادیده گرفته بودند و سانسور نموده بودند، این بار نمی‌توانند ازش بگذرن و در پیج‌های خودشان به این مسئله می‌پردازند. تنها تلویزیون دولتی که به پرچم شیر و خورشید اشاره می‌کند، گزارش کوروش صحتی از صدای آمریکاست که در همان گزارش هم 99% به مسائل حقوق بشری می‌پردازد، اما نمی‌تواند پرچم شیر و خورشید را نادیده بگیرد. ما در استادیوم فرنزارنای استکهلم، پایتخت سوئد، رو در روی هم قرار گرفتند.
دیداری دوستانه که از چند جهت حائز اهمیت شد. در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید نشان ایران و پلاکارتهایی در محکومیت عدم اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران چیزی بود که بیشتر به چشم آمد. در رودست ما از کامبیز حسینی، آرش سیگارچی و کوروش صحتی بابت بیان 1% از حقیقت سپاسگزاری میکنیم و میگوییم اگه شما همواره تنها 1% از حقایق را هم بیان بکنید مورد حمایت تیم رودست قرار خواهید گرفت. در این میان جریانات ضد ملی به مانند شورای ملی هم بودند که عکس کسانی که خوششان نمی آمد را این گونه زغالی می کردند، اما در نهایت روسیاهی روی خود زغال فروششان را می پوشاند، زیرا همگان را نمی توان فریب داد. جمهوری اسلامی هم با آوردن اراذل اوباشی در تلاش بود جو استادیوم را برهم بریزد و ایجاد تنش نماید. به فیلمی که اراذل اوباش جمهوری اسلامی به مردم حمله ور می شوند توجه فرمایید. تیم رودست وظیفه خود می‌داند تا از دو تن عامل اصلی حماسه پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه فرنس آرنای استکهلم یاد کند که با تلاش شبانه روزی خودشان باعث شدن ورزشگاه فرنس آرنا مملو از پرچم شیر و خورشید شود. آن دو تن کسی نبودند جز حسن جعفری و سامان طاهرپور که به صورت شخصی سهم بزرگی در این حماسه داشتند و به افتخارشون و به افتخار تمام ایرانیانی که پرچم ملی ایران را در دست گرفتند با هم سرود ای ایران رو گوش میکنیم. ای مرز برگ و هست، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. امیدواریم حماسه پرچم شیر و خورشید در بازی ایران و سوئد همگان را به فکر فرو ببرد و به جای بازی‌های حقوق بشری و پنهان شدن پشت فعالیت‌های مدنی برای هویتشان مبارزه کنند. مردم ایران در بازی ایران و سوئد از میان پرچم‌های جمهوری اسلامی و بازی‌های مختلف حقوق بشری و گروه‌های تجزیه طلب پرچم شیر و خورشید که پرچم ملی ایران می‌باشد را برگزیدند و نشان دادند هویت ملی از هر چیزی مهم‌تر است. اگر در این برنامه احساس کردید حرف حسابی زده شده، برنامه رودست را با پیشنهادات و انتقادات خودتون حمایت کنید. برای بالا رفتن سطح کیفی این برنامه به ما یاری برسانید. این برنامه را هم که همکنون دیدید به اشتراک بگذارید، لایک زدن و اینوایت دوستانتون بر روی پیج رودست هم یادتون نره. ایران بزرگ آرمان بزرگ می‌خواهد. تا برنامه بعدی، رودستی دیگر، پاینده ایران، بدرود.